برو بابا تنبایی کوانتومت کوانتوم کوانتوم حرف آخر منو گوش کن و شروع کنی. تو معاون شدی اما آدم نشدی. برو برو آقا، من که نمیتونم دخترمو زور کنم با بچه تو ازدواج کنه. لازم نیست زور کنی، من خودم همین امروز واسه زن پیدا میکنم. اگه زن پیدا نکردم از تو کمترم، اسممو عوض میکنم. برو آقا. نصرت، نصرت، پاشو دیرت شد. پاشو دیگه. بره بکن بابا. تو دیگه معاون شدی، همه به تو نگاه میکنن. پاشو، زشت دیر بری. من معاون شدم که دیر برم، زود بیام. اصلا نرم، اگر نم مرض داشتم. همون کاراندی که بهتر بود. یه کاری نکن همین امروز از معاونت بندازنت. ها چی؟ مگه دیر شده؟ ای بابا، من چند دفعه به تو گفتم نصرت منو صبحای زود بیدار کن. بدبخت شدم. سلام آقای اشترخانی. سلام. سلام آقا مخلص. این برا گرفتنش، دیروز گرفتنش. کیو؟ معاون ادارتون. عکسش هم تو روزنامه چاپ کرده اینهاش. تفلکی. بچه خوبی بود. خانیان؟ نه بغلیش. تو زندون دیده بودمش. اه، مگه شما هم زندون بودی؟ من واسه رو کردن دست خانیان مرارت ها کشیدم. زندون ها رفتم. تو چی خیال کردی؟ خیال کرده اون رفیقت به همین راحتی میدون خالی کرد؟ بابا دستت درد نکنه. اون رفیق من نبود. اشترخانی جان، من امروز اومدم اینجا ازت بخوام، خواهش بکنم. اگه یه روزی اومدن سراغ منو گرفتن، شهادت بدی من باهاش نبودم. آه، پس تو با اون نبودی. بابا قربونت برم، تو که خودت در جریان بودی. ولی اون شب من چیزی دیگه ای شنیدم. همون شبی که تو کافی شاپ شانساین میخوردین با آقای خانیان. سانشاین؟ نمیخواد واسه ما فیلم بازی کنی آقای سخایی. نوبت تو هم میرسه. لطفی از همین امروز برگرد اداره، بیا سر کارت. ولی را نمیدن که آقا. من میگم راه بدم. پس الان با ماشین شما بریم. نه خودت تنها بیا. با ماشین من بیای همه فکر میکنن من و تو با هم زد و بند کردیم. میگم لطفی آقای سخایی یه دستی به این ماشین من بزنید. آقای اشترخانی من مخلصتم هستم. باش تا خبرت کنم. شده هر رو دلا دلا این گربه چنان از این سیر رد میشدی که ما نمیدیدیمت. حالا امرو با ماشین اومدی بوغام برام میزنی؟ اسم این که زیاد در جریان امور نیستی. این لکنته رو وردا بذار بیرون، خودتم یه جوری میای میری که من نبینمت و الا نمیذارم بری. خیلی خوب، پس حالا که اینجور شد من باید یکی دو ما جلو فیش عقودو بگیرم تا بفهمی با بزرگتر از خودت چجوری صحبت کنی. بوره کنار بذار باد بیاد. خیلی خوب میبینیم هم دیگر. سلام عرض کردم جناب آقای اشترخانی، مشکلی پیش اومده؟ این از اون طرفدارای خانیانه که هنوز شرایط جدید رو هضم نکرده. قربان جناب علی اصلا خودتون ناراحت نکنید، بنده خودم الان حلش میکنم. مگه نمیدونی که از امروز معاون شده نشسته جای خانیان؟ میخوای خودتو از نخوردن بندازی؟
خدا مرگم بده. سلام عرض کردم جناب اشترخانی. معذرت میخوام، گفته بودم که امروز میخوام معاون جدید رو انتخاب کنن، ولی من نمیدونستم. گوشی تو بیار جناب. بله. فهمیدی؟ چشم. بالا بر. چشم. عباسه چرا اینجوری کردی؟ ببرش بالا، میخواییم بریم تو. اجازه ندارم، دستور دادن که شما ستاره رو راه ندن. کی همچی فرمایشی غلط کرده؟ معاون اداره؟ معاون که عوض شده، گرفتنش، دستوراش هم مالید. نخه، معاون جدید دستور دادن که راهتون ندن. کی؟ اشتر؟ آقای اشترخانی. ایشون دستور دادن که شما هر وقت سر کار دیر اومدین راهتون ندن. بیرون. سلام اشترخانی. سلام. ببینم جعفری، این اتاق من چرا درش قفله؟ این که دیگه اتاق کسی نیست، مداره که مربوط به خانیانم توشه. خب بس اتاق من الان کجاست؟ نمیدونم، یه اتاق جدید درست کردن تای راه رو، میگم مال معاون جدیده. عجیبه، اتاق منو بردن تای راه رو چیکار؟ خیلی مخلصی. چی گفتی؟ عرض کردم آقا خیلی مخلصیم. لازم نکرده، بفرمای سر کارت. تو راه رو چیکار میکنی تو؟ ببخشید، اومده بودم دستشویی. دستشویی خونه؟ خونه همون که خیلی دوره، اون منه کرج، ولی یه دستشویی اگه بخوام برم و برگردم شب شده. منظورم اینه که وقتی خواستی بیای اداره دستشوییات رفته باشی، اداره وقت این کارا نیست. برو به کارت برس. چشم. نبود. شکرت. هی ما رو چرخوندی چرخوندی، بالاخره به یه جایی رسوندی که باید میرسوندی. ما چاکرتیم، دست درد نکنه. الو، تلفن چی؟ از دفتر معاونت زنگ میزنم. علیکی سلام. همین الان دفتر تلفن تو وا میکنی به تمام نهادها، ادارجات، شرکتها و کسانی که با این اداره در ارتباطن. تماس میگیرید، یکی یکی وصل میکنید به اتاق من. چرا وقت نداری؟ جلسه معارفه؟ معارفه کی؟ معاون؟ مرد حسابی تو الان داری با معاون اداره صحبت میکنی؟ نه، به من نگفتن، جلسه معارفه دارم. خیلی ممنون، متشکرم، خدافظ. و بالاخره با تلاش و پیگیری شبانه روزی تعدادی از کارمندان این اداره حقیقت روشن شد و برای همه محرز شد که آقای خانیان از موقعیت خودشون در این اداره و ادارات قبلی سوء استفاده کردن و مبالغ کلانی هم به جیب زدن. من همینجا جا داره از اون کارمند متعهد که وقت گذاشتن و این آدم فاسد رو به دادگاه معرفی کردن تشکر کنم. خب، ما از این کارمند عزیز می‌خوایم تشریف بیارن، هم درباره مفاسد معاونت قبلی صحبت کنن، هم از برنامه خودشون در پست جدید بگن. متشکرم، خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله، به به به. بیا تا گل برافشانیم و ترینو در اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و جامی در می اندازیم. متشکرم، خیلی ممنون. اشترخانی اهل حرف نیست.
تشکر. متشکرم. متشکرم از شما همکارا. خیلی ممنون. من آرزو میکنم که در انتخابتون اشتباه نکرده باشین. اشترخانی اهل صحبت نیست. اشترخانی اهل عمله. امیدوارم به شما ثابت کنم. این تعریف و تمجیدی هم که جناب رئیس فرمودن این نظر لطفشونه. من جا داره از ایشون تشکر کنم. من کاری نکردم. این یک وظیفه بود. وظیفه انسانی که یک آدم فاسد رو تحویل قانون بدم. و من میخوام به شما قول بدم که در چند روز آینده مطمئن باشید اون کارمندهایی که سعی در زد و بند با ایشون رو داشتن به دادگاه تحویل بدن. متشکرم آقایون. از شما ممنونم. من از پشت این تریبون به شما قول میدم در پست معاونتم ذره قصور. خواهش می‌کنم بفرمایید بشینید. من شمعی از برنامه‌های آینده‌ام رو در پست معاونت خدمت آقایون عرض کنم. گرفتاری شما را می‌رسم. بفرمایید. رؤوس برنامه‌های آینده من جناب اشترخانی. خواهش. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببخشید. ظاهراً سوء تفاهمی پیش اومده. البته آقای اشترخانی از کارمندان با سابقه و زحمتکش این اداره هستن. از شما ممنونم. اما منظور بنده از اون کارمند متعهد که قرار امروز به عنوان معاون معرفی بشن ایشون نیستن. جناب سرحدی بفرمایید. اشترخانی بیا تا گل برافشان. من اینجا چیکار میکنم؟ خدا مرگم بده. تو چرا اینجوری شدی؟ اینقدر فشار به خودت نیار. حالا معاونی شدی که شدی، به خاطر این پست که نبود خودت بکشی که. کارها رو بسپر به دیگران. کی من آورده اینجا؟ بچه‌های ادارتون بابا. بچه‌های اداره؟ غلط کردن؟ من الان باید اداره باشم. اداره معاون مریض میخواد چیکار؟ بمون تو خونه تلفنی کارتو انجام بده. لباسام کو؟ لباسام. لباسات تنته بابا. نه اینا لباسهای معاونتمه. لباسهای کارمندی. من باید برم اداره. خودمونیم و این جو معاونتم بدجوری بابای ما رو گرفته. حق داره. مسئولیت سنگینی بهش دادن. مسئولیت کمر آدمو خرد میکنه. آقا ما خیلی ممنون. عوض زمان. ببخش. دست شما درد نکنه. خداحافظ شما. به نظرم این کیس از کیس‌های دیگه بهتر بود، نه؟ آره ولی پروانه یه چیزی دیگه است آقا جون. بازم گفت پروانه؟ باز گفت پروانه؟ پسرم، عزیز دلم، جانم، گلم، احمق، بیشور، نفهم. جان. پروانه مرد! خدا نکنه آقا جون پروانه هنوز زنمه مثل این که آقا. زنت بود. فقط مونده یه محضر رفتن واسه طلاق، اونم بعد از اینکه یه زن مناسب واسه پیدا کردیم، اونم ترتیب شو میدیم. اسفندیار، صبر کن بابا، صبر کن. اسفندیار، صبر کن بابا، صبر کن. حالا چرا قهر میکنی؟ میگم بابای دختره بازاری بود. گمون کنم چشت گرفته باشه، نه؟ باباشو؟ خب آره، باباش هم خیلی مهمه، خوبه دیگه. من که نمیخوام با باباش زندگی کنم که. باگ ساده پخمه جان. اشترخانی تجربت نشد، ندیده چطور دختره رو وادار کرد که بلیط‌ها رو پاره کنه. این همه از صبح تا الان دختر بهت نشون دادم، بست نیست؟ باز میخوای بری سراغ اون دختره فیزیک چی بود؟ کوانتوم. حالا هر زهرماری هست میخوای علاف اون بشی؟ میخوای پیر پسر بشی؟ من سر لج اشترخانی هم که شده به زور به زم میدم. حالی چود؟ صبر کن ببینم کجا؟ برگرد. کجا؟ آقا جون شما به من یه روز فرصت بدین، من خودم یکی رو پیدا میکنم واسه ازدواج. با یه روز مجرد موندنم که کسی پیر پسر نمیشه، میشه؟ خیلی خوب، بریم خونه. من از پا افتادم از بس که دست گل به دست این خونه اون خونه رفت. نه آقا جون شما بری، من یه جای یه کاری دارم انجام میدم بعد برمیگردم. دیر نکنی ها. چشم. خیلی خوب منتظرم.
نیست، مرد. بگم کجاست آخه؟ بابا مرده رو کجا ببرم؟ به صحرا دیگه. سلام. 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 آقا کوچولو یه یالا بگو مهمون داریم. واسه چی؟ مگر اینجا خونه های اشترخانه نیست؟ ما تمام بدبختیمون اینه که آقای اشترخانه خونه نداره. حالا تشریف دارن یا نه؟ نیستن. کجا؟ بهش درا. ببینم من کسیشون فوت شده؟ نه کسیشون فوت نشده، خودشون فوت شده. نه خودشون هم فوت نشدن، یعنی نیستن، ولی حالشون خیلی بده. آقا کوچولو مثل اینکه حال خودت زیاد خوب نیست. برجهد این شیرینی رو بده خدمتشون، بگو که آقای صفاپور و سرحدی اومده بودن احیادتشون. به 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 به، آفتاب از کدوم طرف غروب کرده امروز؟ آقا بچه مگه مریض مردم میذاره سرکار؟ ببخشید شما رو نشناخته. آقا مشرف مزگن بفرمایید، برو بگو مهمون اومده. بودو ببینن، بودو ببینن. آقا من دوش خوبه. آقا اشترخانی مرده شما رو ببینه زنده میشه، چه برسه به ما که یه قش سرپایی کردیم، بنده نوازی کردید. بفرمایید آقا. حالا میری کنار ما بیایم تو یا نه؟ بله بفرمایید. آخه میدین یعنی چیزه؟ اگه بعد موقع اومدیم برگردیم. نه آقا اختیار دارین، مگه من میذارم شما برید؟ اینجا منزل خودتونه. فقط راستش اونا فکر میکنن که من، فکر میکنن تو معاون اداره شدی. نشدم که. شدم؟ مگه خودت ندیدی؟ نه آقا من فقط یه لحظه دیدم اتاق و شما و کارمندا همین جوری دارید دور سرم میگردید. فقط اون پدرزنم نفهمه، اگه بفهمه منو به جرم دروغگویی میندازتم بیرون. نترس، ما اومدیم همینو درست کنیم. یعنی آقا من بالاخره معاون اداره شدم؟ نه خیر، بالاخره اجازه میدی ما بیام تو یا نه؟ خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم، اختیار ما دست شماست. بفرمایید. یا الله، فقط حواستون به اون ماجرا باشه آقا. چشم. جناب صفاپور، آقای سرحدی، خیلی خوش اومدید. ممنون. قربون قدمتون. من آرزو میکنم که یه روز خونه خود من تشریف بیارید. انشاءالله. خیلی خوش اومدید. سلام. اشترخانی، آقایونو معرفی نکردید از کارمنداتونن؟ نه آقا، ایشون آقای صفاپورن. چه باشن؟ رئیس اداره مونن. آقای سرحدی هم که من شاگرد آقای اشترخانی هستم. بفرمایید، خواهش می‌کنم بفرمایید. پس مراقب این استادتون باشید. هنوز هیچی نشده، داره با کار خودشو میکشه. نصرت، تو رو خدا برداریم باباتو ببر بیرون. داره همه چی رو خراب میکنه. چی گفت؟ هیچی آقا جون، چیز بدی نگفت که. ما که چیزی نگفتیم آقا. پس کمکش کنید که زودتر تکلیف اون زمینهای ملاردم روشن کنه. اتفاقا امروز معاون جدید ما یه طرح بسیار عالی برای زمینا پیشنهاد کرده. همون جلسه‌ای که توش قش کرد. بشین بچه. ای بابا، این هفته که زمین که دیگه طرح عالی و پیشنهاد نمیخواد آقا. 10 تا بود که. 3 تاش صاحب داره. آقا بزرگ شما اجازه بفرمایید. حرف نزن. گوش کن ببین طرح من بهتره یا طرح تو. یکی از زمینای خوب و دونب شو میذاری برای آقای رئیس، 2 تا دیگه‌ش هم یکی برای من یکی برای تو، الباقیش هم تقسیم می‌کنی بین اونهایی که فی الباقی مستحق. ولی پدر جان من جز مستحقا نیستم، چون خودم خونه دارم. داشته باش. مگه تو پسر نداری؟ چرا دارم که اونم الان سربازه. الان سربازه؟ فردا که اومد و زن گرفت اون وقت میفهمی من چی میگم. اجازه هست؟ وجود زیجود شما ربطی به این اداره نداره، طلب ارث نکنید. بفرمایید آقای رئیس. اینم به جای تشکرش، حالا من از این خونه میندازمش بیرون، شما هم از اداره بندازیدش بیرون، ببینم چه غلطی میکنم. بابا این بابا داره کفر من در میاره، بلند میشم فتیله پیچش میکنم. چی گفت؟ آقا جون یه دقیقه اجازه بده من حرفمو بزنم. نه من میخوام بدونم این آقا لیاقت معاون شدن رو داره؟ این اگه لیاقت معاون شدن رو داشت که همون روز اول قش نمی‌کرد. آقا بگیرید این پست ازش. خب ما هم دقیقاً برای همین اومدیم اینجا، البته با اجازه شما. دست درد نکنه. آفرین. امروز معاون جدیدم راجع به زمین‌ها یه طرح بسیار خوب پیشنهاد کرد که من از آقای سرحدی می‌خوام که راجبش توضیح بده. سرحدی بگو. من فکر می‌کنم که ببخشید، یعنی معاون جدید اداره تصمیم گرفتن به جای ساختن 10 واحد ویلایی در زمینی به مساحت بیشتر از 2000 متر
که فقط باعث میشه 10 کارمند صاحب خونه بشن، بیایم با همکاری شهرداری تو همون زمینه آپارتمان سازی کنیم، یعنی 70-80 تا واحد بسازیم تا همگی واجدین شرایط صاحب خونه بشن. ببخشید، واجدین شرایط یعنی کیا؟ یعنی کسانی که هم عیالوارن هم از خودشون خونه ندارن. مثل ما. دقیقاً. و آقای اشترخانی جزء اولویت‌های اوله. سلام. چه خبره؟ خاله، ما داریم صاحب خونه میشیم. مبارکه. آقای صفاپور، یعنی این دفعه راسته؟ ما بدون هیچ شرطی صاحب خونه میشیم؟ بله، صاحب خونه میشید. منتها یه شروطی هم داره. بفرما. لابد باید بره دنبال پر سیمرغ. باید بره دنبال خود سیمرغ. البته لازم نیست زیاد دنبالش بگرده، چون خود سیمرغ الان توی ماشین آقای صفاپور با یه دسته گل منتظره. پروانه خانم ببخشید، اگر میشه شما برید دنبال ایشون. چشم. و اما شرط دوم، از اونجایی که کار آپارتمان سازی احتیاج به یک مدیر مسئول و کارآمد داره، ما دیدیم هیچ کسی بهتر از خود آقای اشترخانی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای جلو افتادن کارهای آپارتمان سازی آقای اشترخانی باید یکی از مسئولین باشه تا پیگیر کارها بشه، و از اونجا که ایشون خودش مالکی که از آپارتمان هاست، ما مطمئنیم که توی هیئت مدیره که خود من هم یکی از مسئولین هستم مثمر ثمر خواهد. و برای این کار یه حقوق مجزا هم براشون در نظر گرفته میشه. والا اگه از ما کاری ساخته باشد با جان و دل در خدمتی. آخه میتونه این همه کارو با هم انجام بده؟ آقای صفاپور فکر این مسئله رو هم کردن. قرار شده که فعلا یکی از کارمندای اداره عهده‌دار پست پرمشغله معاونت بشه تا وقت آقای اشترخانی بیشتر آزاد باشه، که هم به شغل قبلیشون در اداره برسن و هم به مسئولیت جدیدشون در تعاونی مسکن، که البته این پست کمتر از پست معاونت نیست. مبارکه. سلام. این هم سیمرغ شرط اول. سیمرغ؟ خب اشترخانی، اگه هر دو شرط قبول داری بگو بسم الله. والا در مورد کارم و تاونی مسکن، خب که ما از فردا اول وقت در خدمتیم، همه رقمو در بست. نه خیر، نشد. جنابالی باید از فردا چند روز مرخصی بگیری و بری دنبال اجرای شرط اول. والا این سیمرغ در مورد این که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، خود پروانه خانم با تصمیم بگیرن. خب پروانه خانم شما چی میگی؟ موافقی طی هفته آینده مراسم عروسی ردی بشه یا نه؟ در اون صورت کادوی ما میشه یه وام ازدواج از طرف اداره. بفرمایید. اینم قول کسی که قوله. خب آقا بزرگ شما چی کادو میدین؟ منم عروسیشون رو تو خونه خودم میگیرم. تا حاضر شدن آپارتمان اشترخانی میتونم اینجا بمونم. خب عروس خانم جواب چیه؟ بله است یا نه؟ بله جان. سلام خانم اشترخانی. سلام علیکم. عیدتون مبارک. عیدت خسته نباشید. مبارک. خیلی ممنون. بفرمایید. کارت عروسی بنده است. به سلامتی مبارک باشه. ممنون. انشالله. سال دیگه عید فطر همین موقع انشالله. با اجازه. سلامت باشید. خیلی خوبی. عید نداره. بفرمایید. کارت عروسی بنده است. از نظر روانشناسی بالینی کودک پروان جان، من فکر می‌کنم که ما بهتر کودک رو به حال خودش واگذار بکنیم، که حالا اول دلش می‌خواد بگه بابا یا مامان، اجباری نداشته باشیم، چون اینا در شخصیت آینده کودک فوق‌العاده تاثیر من. پروان جان من دارم صحبت می‌کنم، گل کلگت نمی‌کنم. اسفندیار گل کلگت کن. سلام آقا بزرگ. سلام جانم. اجازه هست؟ آقا بزرگ گفتم دو تا مهندس بیاد، یکیش مهندس ناظره. لازم نیست. مهندس لازم نیست. اسفندیار اوز قفور تو ماشینه، برو بیارش. باید بیاد اینجا نظارت داشته باشه. حرف نباشه. کاری اوز قفور نیست. حرف نباشه. سلام
سلام آقا بزرگ. مبارک. آقا بزرگ، کارت عروسی بنده است. خدمت شما. سال دیگه عیدت ان شاء الله. سلام آقا بزرگ، خسته نباش. بفرمایید، اینو میسرم. کلنگو بهش بدید. شوخی میکنه. اوش قفور کلنگ بزن شبستون یادت نره. توتستون برای چی میخوای؟ شبستون. بزن یواش بزن. گرفت. ها، مرسی.